این قسمت بعدی که restrictions هست، برای زمانی که شما میخواین این گوشی رو محدود کنین. مثلا فرض کنین رو برای بچهتون خریدین که 15 سالشه و نمیخواین یه سری کار رو این گوشی انجام بده. اگر enable restrictions رو بزنین، یه پسورد میگه اول بده، که مثلا من پسورد 8899 رو بهش میدم. 8899. حالا اینجا از شما میپرسه که چه چیزهایی رو اجازه میدی روی این گوشی استفاده بکنه طرفت. مثلا برنامه نصب کنه، برنامه پاک کنه، دوربینش، یوتیوب، سافاری و حالا الی آخر. اگر شما بخوای این محدودیت رو ایجاد بکنی و نذارین از یه سری از این استفاده بکنه، به طور مثال مثل سافاری یا مثل دوربین، اینا رو میزنین و دیگه. الان اگه من برگردم تو صفحه اصلی، شما دیگه سافاری رو این پایین نمیبینین، آیکون دوربین هم دیگه اینجا نمیبینین. حالا دوباره من برمیگردم تو restrictions، ازم پاسپورت میپرسه و حالا من مثلا دوربین رو آن میکنم و سافاری رو آن میکنم و حالا حالا آخر. یه نکته دیگه ای که داره باید جالبه، این کلمه explicit یا همون قبیحیه که اینجا نوشته. مثلا فرض کنید آهنگایی که تو آیتیونز هست و حالا پادکست هایی که وجود داره، اگر توشون چیزهای رکیکی گفته بشه، البته نه به زبان فارسی، به انگلیسی که طبقه بندی هم میشه، وقتی شما این رو روشن بکنین دیگه بچه‌تون اون رو نخواهد شنید و اصلا لود نمیشه که واسش بخواد بشنوه. ولی در کل روش رو بخواین، کل این قضیه برای من یه ذره مشکوکه و یه ذره هم نمیدونم، یه خورده لوس بازیه، چون تو این دور زمونه بیشتر مادر پدران که پسورد دار از بچه ها میپرسن و عموما بچه ها واسه مادر پدر رو پسورد میذارن، برعکسش من خیلی کم دیدم. ولی حالا در صورت این امکانم هست دیگه، اگه خواستین میتونین این کارم انجام بدین. اگرم خواستین وردارین این restriction رو دیزیبل میزنین و میان اینجا پسوردتون رو بهش میدین و برمیگرده به همون حالت قبلی.